امروز میخوام راجع به یه سری کلینزر یا همون فیس واش باهاتون حرف بزنم، یه ذره اطلاعات بدم، تکسچرشو بگم و بنفیتاشو بگم برای چه نوع پوستایی خوبه. اولین کلینزری که من میخوام راجع بهش حرف بزنم کلینزر سکین فیکسه. اینو من موقعهایی که صورت من کلن از نرمال به سمت خشک میره، ولی یه روزایی هم صورتم کلن حالت توی تابستون حالت چرب و اینا پیدا میکنه، به خاطر همین من کلینزرامو بر اساس موقعیت‌های پوستیم استفاده میکنم. سکین فیکس تکسچر میلکی داره، بیشتر هایدریت، موقعهایی که صورتم احساس خشک بودن میکنه از این کلینزر استفاده میکنم. یه جورایی آبرسانه برای صورت، حالت آبرسانی داره. سکین فیکس کلینزر تکسچرش حالت میلکی داره، لکه های صورت و قرمزی ها رو کاهش میده، ترکیباتش حاوی جلبک دریاییه، یه مرطوب کننده غنی از ویتامین ها و آنتی اکسیدان و مواد معدنیه. این کلینزر سال 2018 برنده جایزه بهترین پاک کننده پوست، البته برای پوست های حساس شده، و سال 2017 برنده جایزه بهترین پاک کننده برای پوست های خشک شده. خیلی حالت آبرسان داره برای پوست و برای پوستای خشک و حالت پوستایی که حالت اکزما دارن بهترین پاک کننده صورت هستش. کلینزر جانسون که برای بچه ها و نوزادان بیشتر استفاده میشه، من از این برای شستشوی چشمام استفاده میکنم. در آخر هر دبل کلینزی که صورتمو میکنم دو دفعه میشورم، از کلینزر جانسون برای شستن چشمامم استفاده میکنم. کلینزر بعدی که میخوام بگم کلینزر پاس چویس هستش که کلن 0.5% سالسلیک اسید داره. من اینو بیشتر خودم توی حموم ازش استفاده میکنم، به خاطر همین صورتم با اینکه خشک حالت نرمال تا خشکه اذیت هم نمیکنه، یه ذره حالت لایه بردار خیلی کوچیک داره. پاس چویس کلینزر تکسچرش حالت ژله‌ای هستش و این فیس واش ملایمی برای صورت‌هایی که جوش داره. داخلش درصد کمی لایه بردار داره و بیشتر فوکسش روی چربی‌های صورت و پورس‌های صورت هستش. برای انواع پوست‌ها استفاده میشه. میگم پوست خودم هم حالت نرمال رو به خشک داره، ولی ازش استفاده می‌کنم و راضیم. و حتی صورت‌های حساس هم میتونن ازش استفاده کنن. داخلش ویتامین B5 داره و کلینزریه که من خودم توی حموم ازش موقعی که حموم میکنم استفاده میکنم. کلینزر بعدی Use to the People هست. این کلینزر رو من خیلی خیلی دوستش دارم. این کلینزر کلن از کنار من نمیره توی هر شرایطی. تقریبا 2 ساله که من این کلینزر رو دارم، چند تا باتل ازش، تقریبا فکر کنم 4 تا باتل ازش استفاده کردم. خیلی هم دیر تموم میشه و این موقع‌هایی که احساس میکنم پوستم خیلی عمیق احتیاج به یه کلینزر داره که تمام صورتم قشنگ بشوره، اینو استفاده میکنم. کلن به این میگن که یه جورایی سوپر فود کلینزر، یعنی اینو من واقعا ریکامند میکنم، یعنی این باید به نظر من توی هر خونه ای باشه. Use to the People کلینزر تکسچرش ژلی هستش و بهش یه جورایی میگن سوپر فود کلینزر به خاطر داشتن گرین تی، ویتامین B5، ویتامین E و ویتامین C، به علاوه اسفناج و کرل هم داره و این باعث میشه که صورت رو هایدریت کنه، همین حالت آبرسان داشته باشه. برای همه نوع پوستی استفاده میشه و فوکسش بیشتر روی پورس ها، جوش ها و چربی های صورت هستش و عمیقا تمیز کننده خوبیه برای صورت. این کلینزر رو من همیشه استفاده میکنم و به همم ریکامندش میکنم. کلینزر بعدی شانی داردن هست. من از این سمپلش رو گرفتم چند تا و حالت کلینزرش حالت سرم حالته.
من خیلی اینو ریکامند نمی کنم، یعنی فیوریتم نیستش خیلی، یعنی اگه این تموم بشه من اینو خریداری نمی کنم دوباره. بعد ولی بنفیتش و تکسچرش و اینا رو که استفاده کردم الان بهتون میگم. شانی داردن سروم کلینزر، این یه نوع پاک کننده لاکچری هست و قیمتش هم تقریبا بالا هستش. بیشتر برای پاک کردن آرایش استفاده میشه و همچنین برای منافذ و از بین بردن چربی های روی صورته. داخلش هایرولانیک اسید داره و همین باعث آبرسانی به پوست میشه و همچنین کمک به تسکین و التهاب پوستی هم میکنه. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین. شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. خدافظ.